سازمان غیرانتفاعی امامی IMI مستقر در ایالات متحده آمریکا به مناطق سیل زده در پاکستان کمک‌های پزشکی می‌کند. تیم‌های بین‌المللی پزشکی امامیه سه‌شنبه 6 سپتامبر کمپ‌های کمک‌های پزشکی اورژانسی را در مناطق سیل زده در سراسر پاکستان ایجاد کردند. در استان سند پاکستان حدود 200 بیمار توسط تیم IMI ویزیت شدند و به همه بیماران داروهای مورد نیاز به شکل رایگان ارائه شد. این تیم متشکل از پزشکان، متخصصان اطفال، متخصصان قلب و پزشکان زن می باشد. دادگاه فدرال عراق پس از رسیدگی به درخواست جریان صدری‌ها و برخی جریان‌های سیاسی همسو با این جریان برای انحلال پارلمان این کشور روز چهارشنبه 16 شهریور با اعلام رد درخواست انحلال پارلمان تأکید کرد که این اقدام در حیطه اختیارات دادگاه فدرال نیست. این دادگاه جریان صدری‌ها و سایر جریان‌های سیاسی که درخواست انحلال پارلمان توسط دادگاه فدرال را کرده بودند خواست تا به قانون اساسی استناد و مفاد آن را رعایت کنند. انجمن هندی مینیسوتا نسبت به احساسات و سیاست ضد مسلمانان در هند ابراز نگرانی کرد. در نشست اخیر این انجمن، ظفر صدیقی، یکی از فعالان و اعضای هیئت مدیره این انجمن گفت: بنده موجی از نفرت، تعصب و فاشیسم که بر هند حاکم شده را می‌بینم. این انجمن امیدوار است که توجه جهانیان به موضوع‌های سیاسی در هند را که به قیمت جان انسان‌ها تمام شده است، جلب کند. مقام‌های تهران پیش‌بینی کردند که بیش از 8 میلیون زائر ایرانی برای زیارت اربعین 1401 شرکت می‌کنند. مقام‌های کشور ایران روز چهارشنبه 16 شهریور 1401 تعداد زائران ایرانی اربعین که تاکنون وارد عراق شده‌اند را 3 میلیون و 400 هزار نفر اعلام کردند و گفتند که انتظار دارند تا روز اربعین این رقم به بیش از 8 میلیون نفر برسد. کاردینال مایکل لوئیس برای کمک به مسیحیان در کشف گوهرهای معنوی قرآن اقدام به تألیف یک کتاب نمود. این کتاب با عنوان سفر با مسلمانان، گوش دادن، دعا کردن و کار کردن با هم در دهلی نو منتشر شده است. حزب تازه تأسیس مسلمانان در سوئد که نانسی نام دارد، قرار است در انتخابات آتی کشور سوئد که در 11 سپتامبر برگزار می شود شرکت کنند. این حزب که بر حقوق اقلیت‌ها تمرکز داشته و مسلمانان کانون اصلی آن هستند، تلاش می کند حد که حرمت قرآن کریم را به عنوان اقدامی غیرقانونی تصویب کند.